آن زمان پیروان آیین خداپرستی که به شدت از طرف حکومت روم در فشار بودند، برای گردهمایی و تبلیغ آیین خود مجبور بودند یا در خانه های متروکه و مخروبه مجتمع شوند یا مخفیانه و با پذیرفتن خطرات بسیار در قبرستان های زیرزمینی بیرون شهر به پای وعظ و خطابه مبلغین خود بنشینند. درود خداوند به عیسی مسیح. مرجم مقدس مسیح گفت: حقیقتی را که در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، یک روز در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموخته اید، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهند زد. ای معلم، آیا به راستی چنین خواهد شد؟ وعده خدا حق است و بیشک غلبه با حق می باشد. امروز شما کم هستید، گروهی اندک و قلیل که از سر استیصال و اجبار در این دخمه تاریک مجتمع می شوید، ولی روزی در تمام زمین پراکنده خواهید شد. امروز شما را میگیرند و در پیش حیوانات درنده میاندازند تا امپراتور ستمگر و دقیانوس خونخوار از جان کندن شما و دیگر مظلومان این شهر مستانه به نظاره بنشینند، قهقه سردهند و در رنج شما شادی کنند، غافل از آن که خداوند نگهبان شماست و یاری خداوند که رسید، شما بر آنان حکومت خواهید کرد. این وعده خداوند است که غلبه با شما محرومان است. به یاری خداوند شما امپراتوران را از تخت سرنگون خواهید نمود. یاری خدا را چه کسی دیده؟ کی خواهد رسید و تا کی میتوان مقاومت کرد؟ وقتی همه را کشتند و سوزاندند و تکه تکه کردند و به صلیب کشیدند؟ بر بنده است که ایمان خود محکم کند و بر خداست که اگر مصلحت بداند بر وعده خیش عمل کند. شاید این وعده نصرت در حیات ما محقق نشد. بله بانو. گالوس، مواظب باش کسی متوجه ما نشود. اطاعت. معلم، آیا جایگاه انسان‌ها در بهشت یکسان خواهد بود؟ اگر یکسان باشد، به دور از عدالت است، و اگر یکسان نباشد، کوچکتر به بزرگتر رشک می‌برد. حضرت مسیح در قبال این سؤال حواری گفت: چه می‌گویی در مورد کسی که عیال زیادی داشته باشد و بر آنان لباس بپوشاند؟
آیا کودکان به بزرگترها که لباس بزرگ پوشیدند حسادت می کنند؟ یا به عکس، اگر لباس بزرگترها را بر تن کودکان بپوشانند خشمگین می شوند که چرا آنان را استهزا کردند؟ پس خواهی دید که در بهشت هم هر کس مقام مناسبی را یافته و راضی است. ای معلم، بگو چگونه خدا را بخوانیم تا ما را اجابت کند. همانا خداوند به مولایم مسیح گفت: ای عیسی، به ستمگران بگو مرا نخوانید، در حالی که مال حرام در زیر بغلها و بت‌ها را در خانه هایتان دارید. زیرا من سوگند یاد کردم هر کس مرا بخواند اجابت کنم، لیکن اجابت من برای حرامخواران بت پرست جز لعنت نیست. معلم خیر، چگونه بدانیم که ایمان داریم؟ خود را بنگرید که چگونه اید. ما از درون خیش آگاهیم. ایمان همچون درختی نیکوست که از میوه هایش شناخته می شود. ببینید درخت وجود شما چه خصالی را بارور کرده. هرگز درخت فاسد میوه نیکو به بار نمی آورد. اگر مشاهده کردید که درخت وجود شما به میوه‌های شیرین صداقت، امانت، محبت، عفت، شجاعت و از همه بالاتر عشق به خدا و آخرت بارور شده، بدانید که ایمان دارید. یک نفر می‌آید. درود خدا به عیسی مسیح. مریم مقدس نگهدار شما باد. جناب آدونیا اینجا هستن؟ بله. مرا راهنمایی کنید. بدانید که مولایم مسیح گفت این دنیا همچون پلی است که شما را به آخرت میرساند، پس از آن بگذرید و به آن دل مبندید. مکنت دنیا چشمتان را نفریبد و سختیهایش ایمانتان را نلرزاند. به هر حال این دنیا خواهد گذشت و آنچه تا ابد با شما باقی خواهد ماند اعمال شماست. زنهار که در این روز معاد کوله باری از گناه همراهتان نباشد. آدونیا، آیا واقعا خداوند مردگان را در جهان دیگر دوباره زنده می کند؟ استخوان‌های پوسیده چگونه حیات مجدد می‌یابد؟ ها؟ آخر چگونه؟ همان گونه که تو در این جهان نبودی و به تو حیات بخشید. آیا حیات مجدد طبیعت را بعد از مرگ زمستانی مشاهده نکردید؟ او به هر کاری تواناست. بدانید ایمان به گفتن نیست، چه بسیار کسانی که از سخن گفتن یا از ظاهرشان ایمان نمی فهمی، اما قلوبشان مملو از ایمان است. Thank you.
یعنی چه؟ بمان. این کار چه معنی دارد؟ من چرا این چنین میکنید؟ حرکت نکن. فریزه؟ کجا میرفتید؟ برای شرکت در جمع مسیحیان؟ دستگیرشون کنید. این چه کاریست میکنید؟ شما پرسیدید ما که هستیم؟ هر که میخواهید باشید دستگیرشون کنید. بیا پایین، عجله کنید. قایم کنید. این کالسکه عالی جناب ماکسیمیلیان است و بانو هلن دختر عالی جناب فرماندار با منند. گالیوس، اتفاقی افتاده، اینو چه میخواهند؟ درود بر بانو هلن. اشرار در گورستان جمع شدند. اینجا ناامن است بانوی من. اشرار؟ چرا معطلید؟ دستگیرشان کنید. بانو هلن دختر عالی جناب دیوک لتیانوس هستند. درود بر بانو هلن. عذر و پوزش ما را بپذیرید بانو. ممکن است بگویید عازم کجا هستید؟ طوری سوال میکنید که انگار عبور از جنگل گناه هست. گستاخی مرا ببخشید بانو. مسئولیت سنگینی به ما محول کردن. ورود امپراتور نزدیک است. گستاخی کافی است. با من صحبت کن. تو در آن حد و مقام نیستی که با دختر عالی جناب دیوکلتیانوس هم سخن شوی. این راه به کجا می رود؟ یعنی شما نمی دانید؟ می دانستم از تو نمی پرسیدم. این راه به کجا می رود؟ گورستان. گورستان؟ راه دهکده رقیم از کدام سمت است؟ بانو هلن برای دیدن همسرشان به آنجا می روند. عالی جناب ماکسیمیلیان به سرکشی رعایا به رقیم رفتند. از همین راه که آمدید برگردید. بر سر دوراهی به راست بپیچید. این شد جواب درست. کنار بیستید. میخواهید چند نفر را به مراقبت همراهتان بفرستم؟ نه، نیازی نیست. هی. کمک کنید دور بزنم. حرکت کنید. هی. تیرانداز ها آماده باشن. آماده باشید. نشانه برید.
بزنید. برادرانت آنگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. به وقت غضب خشم خود را فروده، بدیهایشان را با بدی پاسخ نده، زیرا این شیره بدترین حیوانات است. آمدند، رومی ها آمدند. یا مریم مقدس، ای خدای مسیح، شما بروید، فرار کنید. بروید عقب، گردتون سوراخی کنید. عقب بروید، از این طرف، از این طرف. تابیا، آدونیا کدام است؟ از تو پرسید آدونیا کدام است؟ جاسوس کسی؟ آرام باش. پس آدونیا یه مبلغ تو هستی.
با او محترمانه رفتار کنید. گنجینه گرانبهایی است. حتما جایزه خوبی به خاطر او نصیب ما می شود. ببریدش. دیگر به تو احتیاجی نیست. بیاریدشان. کم خون. او ترسیده. میدانم شکنجه بسیار دیدی، وگرنه لب به سخن نمیگشودی. خداوند بر تو رحمت کند و مرا نیز ببخشد که تو را به رنج افکنده. باز کنید. درود بر جناب یوانیس. جناب تلمیخا هستم؟ هستم، بفرمایید. سلام. سلام دخترم. پدر خانه هست؟ بله. درود. چه شده است یوانیس؟ آدنیا را گرفتند. خدای من،
آدونیای پاک نهاد. یا مریم مقدس، یاریش کن. باید کاری کنیم. گمان میکنم کار از کار گذشته است. ای کاش ماکسیمیلیان اینجا بود. مگر او نمیدانست که امروز آدونیا مسیحیان را به تجمع دعوت کرده است؟ اگر میدانست که نمیرفت. به هر حال باید تلاش خود را بکنیم. لعنت بر این امپراتور که این همه انسان باید قربانی قدوم نامبارک او شود. برای عالی جنابان خبرهای بدی دارم. درود بر عالی جناب. شما هم خبر دارید؟ جناب یوانیس آنجا بودند. خوب چه شده؟ به جز چند نفر که به همراه من از آنجا گریختند، بقیه را دستگیر کردند. حتی آدونیا را؟ یا عیسی ابن مریم، کاری بکنید. اینجا مانده اید که چه؟ از کسی کاری ساخته نیست. فرمان دیکلاتیانوس را جز خودش چه کسی میتواند لغو کند؟ من این فرمان را لغو میکنم، چرا که او باید از آدونیا بگذرد. هیچ میدانی چه میگویی هلن؟ بله، با کشته شدن بانو هلن همه چیز درست میشود. هم آدونیا نجات مییابد، هم دیگر مسیحیان. ولی مرگ بهتر از این زندگی است. شما این زندگی را بهتر از مرگ میدانی؟ اگر با مرگتان گام مثبتی بردارید مانعی ندارد، ولی گمان کرده اید که پدرتان حرف شما را گوش می کند؟ یعنی شما با روحیه او آشنا نیستید؟ یا اگر بداند که شما متمایل به کدام طرف هستید، لحظه‌ای به شما ترحم خواهد کرد؟ پس سکوت کنیم و شاهد مرگ یارانمان باشیم؟ نه، صبر کنیم تا ماکسیمیلیان بیاید، بعد تصمیم بگیریم. من هم با قاضی آشنایی مختصری دارم، نسبت به من احساس دین میکند. امیدوارم کاری از پیش ببرم. من یقین دارم که به قبرستان میرفتم، اما با مشاهده سربازان سخن خود را تغییر دادم. حاضری شهادت بدهی؟ شهادت؟ کجا؟ در محضر امپراتور. گفتید امپراتور؟ اما این شهادت ها میتواند بود. آری، وقتی شهادت ها زیاد شد موثر واقع میشود. من مطالب دیگری هم دارم و چیزهای دیگری به دست خواهم آورد. وقتی ماکسیمیلیان را به صلیب کشیدیم، تو پاداشت را خواهی گرفت. من دوستانم را فراموش نمی کنم. هرچه شما بفرمایید. من باید در مراسم قربانی امروز شرکت کنم. دیوکلتیانوس می خواهد جهت رفع خطر از امپراتور به پیشگاه آپولون قربانی کند. خبر دستگیری آدونیا را هم به او خواهم داد. تو به سراغ آدونیا برو. تو باید حرف بزند. خیلی چیز هم میدارد، فقط مراقب باش نمیرد. حتما گربان. باز هم ماکسیمیلیان را نمی بینم. ظاهراً برای سرکشی به رعایای اطراف شهر رفتند عالی جناب. گویا قصد کنترل امنیت روستاهای مسیر راه خدایگان امپراتور را داشتند.
اینک این قربانی بنده تو عالی جناب دیوک لتیانوس نماینده و جانشین خدایگان امپراتور است که عهد کرده بود تقدیم کنم. ای خدای بزرگ، ای آنکه دیگر خدایان از قدرت تو و ضربت شلاق‌هایت گریزانند، ای خدای آفتاب، از این پس مرا تحت قدرت و حمایت خود بگردان و من با سگ‌های قوی و تیز دندان تو را خوشنود خواهم کرد و کاهن معبد دلفی را غرق در سیم و زر خواهم نمود. ای آپولون قدرتمند، با اهدای این قربانی از تو می‌خواهم که سفر امپراتور عزیز را در سرزمین ما از خطر حفظ نموده و از آفات و شرور دور نمایی. آمدن امپراتور فرصتی نیست، مراقب باشید کارهای نیمه کاره تمام شد. بله علی جناب. علی جناب مژده ای دارم، آدونیای مبلغ دستگیر شد. آفرین، آفرین بر تو جولیوس. درود بر آپولون که چه زود تقاضای قربانی کنندگان را برمی‌آورد. او اینک کجاست؟ در زیر شکنجه علی جناب. او حتما نام خیلی ها را به زبان خواهد. عدالت رومی را فراموش نکنید. او باید محاکمه بشود. قبل از محاکمه نباید مجازات بشود. برو. آیا برای او میتوانیم کاری انجام دهیم؟ امکان ندارد، مگر به قیمت شناخته شدن و کشته شدن. من حاضرم به قیمت جانم او را نجات دهم. کشته شدن هر یک از ما شناخت دیگران را در پی دارد. حالا که ما این موقعیت را برای روز موعود لازم داریم. با این حال باید سعی خودمان را بکنیم. بله، برویم. برویم. با این جسم نحیف خوب تحمل کرده ای.
ولی نهایت چه؟ شکنجه حد وسط ندارد. یا باید تسلیم شوی و هرچه میپرسم بگویی، یا باید بمیری. کسانی از مرگ میترسند که مرگ را پایان راه میدانند، حالان که مرگ برای من آغاز راه است. ولی تو قبل از آن که این راه را آغاز کنی چند اسم را به ما خواهی گفت. باور نمی کنی؟ حاضرم با تو شرط ببندم. شرط ببندیم؟ به یقین تو این شرط را خواهی باخت. ولی من مطمئنم که این شرط را خواهم برد. بیا، من می توانم تو را وادار کنم که مرا زودتر به مقصد برسانی و از این زندان تاریک خلاصم بکن. من هم می توانم تو را وادار به سخن گفتن کنم، هم وادار به قربانی کردن برای خدایان روم. یا مریم مقدس، یا عیسی مسیح، کمکش کن. من حاضر به قربانی کردنم، اما نه برای بت‌های شما. من خود را در پیشگاه پروردگار یکتا قربانی می کنم. حرفی نزد؟ هنوز نه. چندین بار زیر شکنجه بیهوش شده اما حرفی نزده. آتیوس، با من بیا. مواظب باش نمیرد. من مطمئنم او خیلی چیزها میداند. برویم. چقدر شیرین است. چه چیز شیرین است؟ این که انسان زندگی را به سلامت تمام کند. و چه شیرین تر
که مرگ می آید و آدمی ایمانش را با چیزی معامله نکرده است. ادامه ده هم قربان. نه، ممکن است بمیرد. از آهنی مرد، به راستی خدایت به تو چه داده است که این گونه خیش را فدایش میکنی؟ بیایید او را به سر برید. بیایید. همینجا منتظر بمان. اطاعت. عالی جناب تلمیخا، آه جناب تلمیخا، پزشک مخصوص دیوکلتیانوس، راه گم کرده ای؟ از اینجا عبور می کردم، گفتم سری به دوست قدیمیام بزنم. سپاسگزارم، این روزها گرفتاری ها اجازه نمی دهد تا دوستان یکدیگر را یاد کنند. همینطور است که می فرمایید. به موقع آمدی، بنشینی. ممنون. امروز شاهد قضاوت سنگینی خواهید بود. خوش هم می برید. بیارشم بیرون. بله برو. برو. آره کجا میبریم؟ بیا راه برو، زودتر ببرنشان. راه برو، بیافت جلو، زودتر برو. پس حقیقت کدام است؟